نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 12 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم رجوع به برخی مسائل در دیگر ادیان ابراهیمی که احیانا در مبانی دین اسلام مورد اشاره واقع نشده فرمودند، کتاب‌های آسمانی پیرامون گذشته مورد تحریف قرار گرفته، اما تمامی آیات قرآن کریم که از سوی خدای عزوجل نازل شده صحیح است. معظم الله در ادامه فرمودند، لذا از آنجا که تورات و انجیل مورد تحریف واقع شده نمیتوان به محتوای آنها اعتماد کرد و مشخص نیست که کدام قسمت از متون آنها صحیح است و از سوی خدای متعال صادر شده است. ایشان همچنین تأکید فرمودند، لذا لازم است که انسان در مسائلی که مورد نیاز اوست به قرآن کریم رجوع کند و اگر به دلیل اختصار برخی از آیات قرآن امکان فهم موضوعات آن وجود ندارد، بایستی برای تفسیر آن به عترت طاهره رجوع نماید. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه تنها مسیرهای دستیابی به احکام الهی فرمودند، لذا به دست آوردن احکام منحصر به رجوع به قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام است. معظم الله همچنین در رابطه با راه‌های فهم این منابع فرمودند، در این زمینه کتب فقهی مفصلی نوشته شده است که معمولاً مسائل مورد نیاز در آنها مورد بحث قرار گرفته و مثلا واجبات و محرمات با استدلال و بهره گیری از آیات قرآن کریم به نحو تفصیل تشریح شده و چنانچه در قرآن کریم به موضوعاتی اشاره نشده و یا به صورت منحصر بیان شده از عترت طاهره برای تشریح و تفسیر آن بهره گرفته شده که مثلا مراد از این آیه حرمت نیست و کراهت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. اجمالاً از روایات ظاهر میشه که یک جنگ هاییش میشه که حضرت دفاع میکنن، اما استرقاقم درش هست من نمیدونم، اگه باشه تو روایات و با اگر نه من ندیدم استرقاق باشه، اما جنگ اجمالا هست. بله از روایات ظاهر میشه که غالبا یهود نصارا اینا ایمان میارن، چون حضرت نشونشون میدن علامات خودشون را در تورات اصلی، در انجیل و تو روایات داره غالبا ایمان میاره. اما خب یه عده‌ام میان میجنگن با حضرت، حضرت دفاع میکنه. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 10:45 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 127.3 بیننده نشست علمی باشید.